گیر افتادن پدرزن و مادرزن پوریا پوتک توی شهری که داره بهش بمبارون میشه و نگرانی شدید پوتک و شدت گرفتن جنگ. الان اتفاقی که افتاده مغازه ها صحبت‌های جدید سحر قریشی در مورد وضعیت کاری خودش و همچنین صحبت‌های جنجالی و جدید امیر تتلو در مورد سحر قریشی. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب قبل از هر چیز بریم سراغ پوریا پوتک. همونطور که میدونید جنگ توی اوکراین شروع شد و روسیه شروع کرده به بمبارون وحشتناک. حالا این وسط پوتک هم داشت دوباره شروع میکرد که ویدیوهاشو بزنه که الان باید نگران قطع شدن اینترنت و یا برق باشه. از وقتی که جنگ شروع شد پوتک هم فیلمای زیادی رو از اوکراین به اشتراک گذاشت که نشون میده وضعیت خیلی خرابه. حالا گویا یکی از شهرهای اوکراین خیلی شدید داره بمبارون میشه که پوتک اومد و خبر داد که متاسفانه پدر و مادر خانومم توی اون شهر زندگی میکنن. پوتک در مورد وضعیت اوکراین هم نوشت: محصولات ذخیره خوراکی در اوکراین فقط برای 15 الی 20 روز کافیه. این بدترین خبره. اگه واقعیت داشته باشه یعنی رسما باسنمون پاره است. خیلیا میگن پوریا برو یه جای دیگه. یک، همه مرزا بسته است. دو، حتی اگه ایران هواپیمای خصوصی بفرسته من اگه برگردم از همون فرودگاه ایران میرم اوین. سه، من زنم اوکراینی هست و اوکراین مثل وطن دوممه. حتی اگه مرزا هم باز بود جایی نمیرفتم. بچه‌ها پیام دادید که حال من خوبه یا نه؟ بچه‌ها من اوکی ام با دوستام. آجمتی اسلام اوکراینا. خلاصه این که ما خواب بودیم یهو دیدیم بوم پیشال ارزید. ولی بچه اوضاع خوب، یعنی اونجایی که ما هستیم فعلا اوکی، با اینکه صدا میشنویم هواپیما رد میشه. تنها بعدش اینه که نمیدونیم کی میزنه. آره نمیدونیم کی میزنه و اینکه صدای بوم میشنویم، مثلا حالا صدای هواپیما ها و این چیزا. الان اتفاقی که افتاده مغازه ها خیلی شلوغن، صف داروخونه ها به شدت شلوغن. الان 100% مشکل غذایی پیش میاد چون همین الان خیلی از جاها خالی هن. ما الان رفتیم مواد غذایی بخریم. آشان، آره آشان ما خریدیم، منی داشتیم برمیگشتیم همه جا داشت میبست اصلا اونجا. ولی حال ما خوبه دیگه. اوضاع هم نمیشه گفت، داشتم میگفتم اوضاع هم نمیشه گفت خوبه. اوضاع اصلا خوب نیست. چون فرض کن تو خونه نشستی و راحت میشه. همینتون گماجی. مرسی از همگی. نمیدونم این طرف قد میشه یا نه. حالا خبرای دروغ زیاد میاد بیرون. چطوری بچه‌ها؟ بچه‌ها اومدم بگم که من برگشتم. از فردا دیگه روند ویدیو یوتیوب میره. اولین ویدیو هم قراره بمب بیاد. ویدیو فردا به همه رپرها، یوتیوبرها، بلاگرها زنگ زدم ازشون پول قرض گرفتم و قراره اون پولا یه حرکت خفن بزنم. عشقی خیلی خوشحالم که دوباره میام به هر روز ویدیو میذارم. عشق من، مرسی از همه کسایی که استوری کردن ویدیوها رو. امروز دیگه روز آخره، فردا داره میگیم بمب. دم همه طرفدارا همه گرم. بریم که بتر کنیم. بله اینم از صحبت‌های پوریا پوتک. و اما سحر قریشی هم اومد و به ماجراهای اخیر واکنش نشون داده و نوشته: راستش دوست دارم یکم فعالیت‌های شخصیم برای همراه‌ها بیشتر شه و بیشتر بتونم مفید باشم. چند تا ایده دارم برای فعالیت بیشتر روی یوتیوب. یکیش ساختن فیلم‌های کوتاه مفهومیه، یکیش گفتگو یا بحث راجع به مسائل مختلف یا با آدم‌های مختلف و به اشتراک گذاشتن تجربه و آگاهیه. حتی دارم به ساختن موزیک ویدیو فکر می‌کنم بعضی وقتا. می‌خوام بدونم شما کدومو بیشتر دوست دارید. شما هم ایده‌هاتون رو بگین که تو فعالیت‌هام لحاظ کنم. بله و اما از اون طرف هم امیر تتلو هم توضیحاتی رو در مورد رابطهش با خانم سحر قریشی داده که بهتره بشنویم. یه صحبت ها و تیترایی رو میبینم که هی نوشتن وضعیت کاری خانم قریشی چی میشه حالا؟ چی میخواستین بشه؟ ازدواج مگه جرمه؟
اگرم فکر میکنید مثلا من قرار اجازه ندم، باید بدونید که به نظر من ایشون میتونه به فعالیتاش ادامه بده و من هیچ مشکلی با حرفه و هدفشون ندارم. منتها از این به بعد دوست دارم بعضی مسائل بیشتر رعایت شه و تو کارا و لباسا و فاصله ها با حفظ ایمنی بیشتری راجبشون تصمیم گرفته شه و نوع صحبت کردن با ایشون تو کارها و جلسه ها و مصاحبه ها از سمت یه خانم مجرد به شکل برخورد با یه خانم متأهل باشه. میخوام بدونید که فکر نکنید ایشون به خاطر کشف حجاب یا فرار از ایران منو انتخاب کردن. نخیر، علاقه ما به هم قلبی بوده و واقعی، نه به خاطر حاشیه و مسائل سیاسی. به همین منظور من اصلا سعی میکنم با این که ایشون بازیگر خوبی هستن و مسلماً به درد ویدیوهای من میخورن، تو ویدیوهام و کارام از ایشون استفاده نکنم که مشکلی برای کارشون تو ایران پیش نیاد. پس بی خود مسائل رو با هم قاطی نکنید و با ساختن حاشیه و سوالهای بی خود حرف تو دهن فلان مسئول نذارین که ما از این مفتبریا زیاد شدیم و همه رو حفظیم. تو هر مملکتی دوتا هنرمند پرطرفدار با هم وصلت می کردن، کل کشور یه هفته می شد جشن و پایکوبی و تبریک و آرزوهای خوب. اینجا شما ننه ما رو ساییدین، یه رابطه خواستیم شروع کنیم، یه روز میگین عاقبت اون چی میشه، یه روز میگین قبلی چی شد، بعدی چی میشه، کوفت چی میشه، زهر مار چی میشه، هی استرس و چیزخوری و حاشیه و انرژی بد. فقط شماها کی میخواین آدم شین؟ وقتی همکارا و تهیه کننده و کارگردان و به خیال خودشون دوستا و بزرگترا به جای تبریک و پشت بودن و حمایت، هی عکس و فیلم از حاشیه هایی که مردم ساختن میفرستن و استرس ایجاد میکنن، از آدمای عادی و ضعیف و حسود چه انتظاری میره؟ یکم به خودتون بیاین و به انسان شبیشین. دیگه تو قرن 22 جایی برای حسادت و نفهمی و مفتبری و خراب کردن همدیگه نیست. یکم به تصمیمات و روابط و سلایق افراد احترام بذارین. یکم شعور، انسانیت، رحم، مروت، معرفت. بله، اینم از صحبت‌های جدید امیر تتلو و حواشی اخیر. حالا در کل نظر شما در مورد این ماجراها و همچنین وضعیت پوتک چیه؟ به نظرتون اگه از اوکراین بره بهتره یا نه؟ حتما نظرتونو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارین. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتونو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.